حمله بالای مولوی ایاز نیازی. رئیس جمهور غنی و طالبان این حمله را جنایت خواندند. امرالله صالح اما طالبان را مسئول این حمله دانسته و گفته با نوشتن دو جمله این گروه نمیتواند از این جنایت و ترور براءت بگیرد. او افزوده فرض محال این که طالبان در این حمله دست نداشتند، همین گروه مخترع و آغازگر انفجار در مسجد و کشتن علمای دین بوده. عبدالله هم این حمله را بزدلانه و دشمنی با اسلام خوانده. ناتو، سفارت های امریکا، کانادا و ایتالیا در کابل و وزارت خارجه قطر نیز این حمله را نکوهش کردند. مولوی ایاز نیازی را کی و چرا از راه برداشت؟ سلام، به برنامه خوش آمدید. در این باره بحث خواهیم کرد. در اول یک گزارش ببینید. حمله بر مسجد وزیر محمد اکبر خان در کابل، در بخش به شدت محافظت شده و مهم، انتقادها و پرسشهای را به میان آورده است. محمد ایاز نیازی استاد دانشگاه و همچنان خطیب مسجد محمد وزیر اکبر خان شامگاه روز سه‌شنبه زمانی که با جمعی از نمازگزاران میخواست از مسجد بیرون شود، ماین کارگزاری شده در الماری بوت‌ها که اینجا جاسوسی شده بود انفجار میکنه که در نتیجه دو تن به شمول خودش جان میدهد و هشتن دیگر زخم برمیدارد. سعی کردیم که دکتر صاحب در زیر افتاده. بسیار دیگه مایوس شدیم و نمو بود که کل چیز از ارگان‌های امنیتی چی میکنین آخر بالای ما چی میکنین؟ بیاین فرد فرد ما را بکشین که ما بفهمیم که این وطن جای امن برای ما نیست. در همین حال ده ها تن از باشندگان شهر کابل به مسجد وزیر محمد اکبر خان آمده اند و در سوگ از دست دادن دکتر محمد ایاز نیازی اشک میریزند. آنان مسئولان نهادهای امنیتی را انتقاد میکنند که در جلوگیری از چنین رویداد ناکام بودند. چطور تو امنیت سی خجالت بکش بمار لعنت خدا از هم وزیرت گرفته تو پایین ترت. وزیر داخله میگه که میگه در جا که یک کسی قدرتمند بود ترور شد آمر و زرب ما بندی میکنم با سارول معرفی میکنم. چرا هم آلی آمر و در معرفی نمیکنه؟ توبه کی چون سال شده ما میسوزیم، گناه ما چیست؟ پیش از این نامزد وزیر امور داخله گفته است که در بخش های از هر حوزه پلیس که با بکارگیری از موترسایکل عمله شود آمر آن حوزه برکنار خواهد شد. به خاطر ترورهای فردی او اعلامیه ما داده بودیم، در صورت که توسط موترسایکل منصوبین امنیتی ترور میشن در یک از حوزات، این تعهد رهبری است که آمر حوزه و رهبری حوزه برکنار میشه. در همین حال شماره از نمایندگان مجلس نیز نهادهای امنیتی را در جلوگیری از حمله های حراس افغانانه به ناکامی متهم می سازند. این ضعف نیروهای امنیتی ما و ضعف مدیریتی وزارت داخله ما برای همگان معلوم است. حاجت این است که ما زیاد تبصره کنیم. در این دو کیلومتری ریاست جمهوری هم چه حادثه رخ می دهد واقعا جای شرم‌آور است. و باید که وزیر داخله و عمر حوزه و هر کسی که در این راست قرار داره باید استعفا بده. در انفجار شام روز سه‌شنبه بر مسجد وزیر محمد اکبر خان دو تن به شمول استاد محمد ایاز نیازی جان باختند و هشتن دیگر زخم برداشتند. در این رویداد بخش های از این مسجد نیز ویران شدند. آقای فضل هادی وزین استاد دانشگاه و از دوستان آقای نیازی به برنامه پیوستند. آقای میرداد نجرابی عضو مجلس نمایندگان با آگاه نظامی هم به برنامه وصل هستند. با آقای طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخله در استیدیو با ما هستند. مهمانان را خوش آمدید میگیم. آقای آریان شما هم خوش آمدید و سلام به شما. آقای وزین با شما آغاز میکنیم. مولوی ایاز نیازی را کی و چرا از راه برداشت؟ متاسفانه صدای بخوای وزین را نداریم. دوام شکرگزار هستم که شما را صحت میبینم آقای ابرار. تشکر. الله تعالی شکرگزار هستم. ما اجازه بدهیم که در نخست ما مراتب تعزیت و تسلیت قلبی خود به ملت بزرگ افغانستان، به حلقات علمی افغانستان، به دانشگاه ها و کانتونای افغانستان، به علمای افغانستان، مدارس دینی افغانستان و محراب و منبر مسجد افغانستان و دانشمندان افغانستان
خانواده محترم دکتر صاحب نیازی به مناسبت شهادت جانگداز و مظلومانشان تقدیم بکنم و دعا کنم که الله متعال دکتر صاحب عزیز ما را خداوند شهید بزرگوار شهید مهرام منبر درجات برتر نصیب بکنه انشاءالله و جنت الفردوس جایش باشه و به همه ما به خانوادهشان به ملت افغانستان صبر نصیب کنه. ما گمان میکنم که وقتی که یک حادثه اینچنینی صورت میگیره و یکی از شخصیت های بزرگ و مطرح کشور که یک شخصیت چند بودی بود، هم خطیب بود، هم استاد بود، هم شخصیت اکادمیک بود، هم شخصیت ملی بود، هم فعال عرصه صلح بود، وقتی که یک شخصیت به قد و قامت و وزن دکتر محمد ایاز نیازی شهید او ترور میشه به شکل و مظلومانه، این مهم است که وقتی که ما به دنبال کس چی میگردیم که چرا این حادثه پیش آمد و چگونه و مستفید از این کس، باید ما به جهت را ببینیم که چی کسای استفاده میکنن نفع میبرن از فقدان و نبود دکتر محمد ایاز نیازی و شخصیت های مانند هم. بله. یک کسی است که دکتر محمد ایاز نیازی همیشه کسی بود که در گفتن حق با کمال ادب و با کمال تهذیب باک نداشت، حق بیان میکرد همیشه و حقایق میگفت و همیشه گپ خیر میگفت. به این خاطر کسایی که نمیخوان که کسایی که میخوان که صدای حق گویی و صدای خیرخواهی و صلح‌خواهی خاموش کردن. اگر هرکی دیگه ایست که دکتر محمد ایاز نیازی یک شخصیت محوری مطرح در بین علمای افغانستان بود، عضو مجلس مجمع تنسیق علمای افغانستان که من عضو شدم، عضو مجمع بود، همچنان عضو معاون شورای صلح و نجات افغانستان بود، عضو رهبری شورای صلح و نجات افغانستان بود، همچنان یک استاد برازنده دانشگاه بود، فقیه بود و گذشته از او یک کسی بود که همیشه در قضاهای ملی و مطرح افغانستان درست. بالای از منبر صدا بله. ولی پرسش مهم همی جاست که بله همونطور که شما گفتن، معذرت صحبت شما قطع شد، خب شناخته که بلحاظ فکری شخصیتی شما از خواهی دکتر ایاز نیازی داشتن و دارن، چه گروهی چه کسی نفع میبره و نفع برد؟ دکتر کسایی که بر ضد گسترش و نهاده نشدن صدای اعتدال اسلامی است، کسایی که از در برداشت شامل و همه جانبه و معتدل از اسلام دور از افراد و تفرید با این فهم مخالف هستند و این فهم خطر میبینند برای فکر و اندیشهشان و آینده خودشان، در مجموع اونا حمایت میکنند از اندیشه ها و افکار افرادی که جامعه رو به چالش بکشه، و کسایی که در جهت سیتیزی میکنن، اسلام سیتیزی میکنن و در مجموع یک در جهت افراد قرار دارن یا تفرید و نمیخواین که اعتدال اسلامی و نهج اعتدال، نهج اصلاح، نهج خیرخواهی و نهجی که هم جمع میکنه بین اصالت دین و همچنان مدرنیزم و پیشرفتهای عصر و یک فهم شامل و همه جانبه و مطابق با نیازهای جامعه افغانستان و عصر و زمان در روشنی کلیات و اصول دین بدون تفرید به صورت در روشنی نصوص قاطع قرآن کریم و حدیث پیامبر اکرم علیه الصلاة و السلام این نهج تقدیم میکنه و طبعا این فکر اصلاحی، فکر اعتدال، طبعا با این فکر مخالف میشه کسایی که نفع بودن گروه اول، دستی اول همین دست است. ما با این خاطر من میخواستم اینو بگویم کسایی که دست به مصلحت فعلی و فیزیکی مرتکب این جنایت شدن یا جنایات دیگه از این پیش انجام دادن در قتل علما و او کسایی که از نظر فکری با این ذهنیت سازی میکنن و اگر که کسی میخواه عالم دین معتدل و متوازن در منبر صدایش خاموش کنه به قتل برسانه و کسی دیگه که میخواه برزی از نظر فکر و اندیشه به نام روشن فکری و به نام عنوان مختلف زمینه سازی بکنه و قتل هویتی کنه عالم و استاد دانشگاه و عالم و منبر و مسجد و محراب، ما گمان میکنم که اینا هر دوشان در یک هدف تشکر خواهی وزیر با هم یک جای میشن و جهت میکنه رهبری میکنه و یک جهت است. تشکر خواهی وزیر برخواهیم گشت. خواهی نجرابی باور شما چی است؟ مولوی ایاز نیازی چرا از راه برداشته شد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت شما و بیننده های محترم تلویزیون طلوع و طلوع نیوز، در قدم اول ما شخصا از طرف خود و از طرف به نمایندگی از مردم افغانستان
شهادت نابهنگام جناب دکتر صاحب محمد ایاز نیازی را به تمام جامعه دینی افغانستان و به تمام ملت مسلمان افغانستان و به فرهنگیان کشور که یک دکتر علوم اسلامی در سطح کشور بود تسلیت عرض می کنم و در این غم و اندوه خود و ملت مردم افغانستان ملت و مردم افغانستان را شریک می دانم. من فکر می کنم که بار اول نیست که حملات تروریستی بر جوامع دینی، بر علما، بر رهبران سیاسی و در مجموع در نمازهای عید، نماز جنازه، نماز در مجموع در فاتحه و سایر مراسم دینی که خود انفجار میتن و علما را به شهادت میرسانند و خود قانع میسازند که گویا ما عمل خوبی را انجام دادیم، در حالی که در 100% در تضاد با تمام شعائر دینی و دین مقدس اسلام قرار داره و این یک عمل شنه و جنایتکارانه تروریستی است که علمای دین را، رهبرای سیاسی را، رهبرای جهادی را، قماندانای مقاومت را هدف قرار دارین با سلسله ترورهای زنجیره‌ای که از استاد ربانی شهید، جنرال محمد داوود شهید، مولانا عبدالرحمن سید خیل و همچنان عبدالمطلب بیگ و سایر فرماندهان و علمای دیگری که به شهادت رسیدن چه در مراسم فاتحه، در مراسم جنازه، در مراسم عید یا در مراسم نماز جمعه، کاملا این نه تنها به یک تقبیح کردن اکتفا بکنیم این کفایت نمیکنه. ما اقدامات جدی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در این استان خواهند کرد. شما میبینید که در امریکا با کشتن یک سیاه‌پوست بیش از 70 شهر امریکا امروز به یک حالت دیگه قرار گرفته، اما دکتر سبایان نیازی شخصیتی بود که در افغانستان به هیچ گروه سیاسی خود متعلق نمی‌دانست و به جامعه علمی و دینی افغانستان متعلق بود و تروریستان نمیتونن که شانه خالی بکنن که گویا ما در این را به یک محکوم کردن و یا گفتن از که ما در دست نداشتیم و این را بانه قرار بتن و خود براعت بتن. درست، منظورتان از تروریست ها مشخصا چه گروهی است؟ شما تلویحا طالبان را مسئول میدانین؟ من فکر میکنم کاهش خشونت هایی را که چه در قطر با ایالات متحده امضا شده، چه با شکل رسمی با دولت افغانستان بعد از عید تمدید شده، ما میبینیم که تمام حملاتی را که قبلا مانند ازی در بالای علما، رهبرای سیاسی، فرماندهان جهادی صورت گرفته، مسئولیتشون قبلا اینا پذیرفتین. بناهن اگر چنین صلاحیتی را ندارن، چطور ممکن است که دشمن بتانه که خودشان در حالی که آتش‌بس اعلان میکنن اگر صلاحیت و توانی از این را ندارن؟ ما فکر میکنم که باید از آن بکنن که کدام گروه خیر مسئولیت از این را میگیره. بنان این جای شک و تردید وجود نداره. ما این را نه تنها محکوم میکنیم، بر مقام ریاست جمهوری افغانستان و دولت مرده افغانستان، سیاسیون افغانستان پیشنهاد میکنیم که قضیه را جدی بررسی بکنن، نه مثل گذشته که قضایای وجود داشته که فقط به تاریخ سپرده شده. امیدوار هستیم که عاملین عزیز دستگیر شوند و به پنجه قانون سپرده شوند تا ملت افغانستان شاهد چنین جنایات دیگه نباشد. تشکر. دکتر ابوبکر متقی، عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و از دوستان آقای نیازی هم به برنامه پیوستن. آقای متقی سلام به شما، خوش آمدین به برنامه. سلام به شما، سلام به تمام بیننده های تلویزیون طلوع نیوز، سلام به همه کسانی که دوستداران علم و معرفت هستند. تشکر. آقای متقی، چه گروه نفع برد و این قتل کار چه گروهی بود؟ چه کسی مسئولی حمله است به بار شما؟ اولا اجازه بدین که ما برای مردم افغانستان، برای ملت مسلمان افغانستان، برای دوستداران علم و دانش، برای کسانی که تشنه علم بودن تسلیت بگم و برای خانواده‌اش تسلیت بگم. دکتر محمد ایاز نیازی که ما تقریبا بیش از
32 سال با هم معرفت داریم و 16 سال در مصر یک جا سپری کردیم و او مرد تنها برای مردم افغانستان نبود بلکه به مردم جهان بود. وقتی که ما در مصر با هم یک جا بودیم و هر دوی ما در دانشگاه الازهر استاد بودیم، تقریبا بیش از 105 کشور جهان در اوج محصل وجود داشت و امروز ما از بامداد امروز تقریبا از ساعت 3 و بعد ده ها پیام صوتی از ازبکستان، از چچنستان، از مسکو و از خصوصا از ترکیه بسیار زیاد پیام های تسلیت به خاطر معلومات از ما پیام ها خواستند و در حقیقت جایشان بسیار خالی هست و این جبران ناپذیر است. آمدن در رابطه با سوال جناب شمایی، این سوال ها باید از همون بخش های استخباراتی، از بخش های کشفی های باید سوال شود که اونها بگوین که این چی گروهی رقیبی از این وجود داره و چی کسی هست و از این چی کسی نفع میبره. بدون شک از این دشمنان اسلام نفع میبره، دشمنان افغانستان نفع میبره. ولی آقای متقی، همونطور گفتن شما 32 سال از نزدیک آقای نیازی را میشناختن، با افکارش آشنا بودن، با موضع‌گیری‌هایش آشنا هستن، خصوصا موضع‌گیری‌هایش تا نزدیک به دو دهه گذشته. شما با باورتون چه کسی نفع میبره؟ پیش از این هم ما شاهد حمله بالای علمای دین بودیم. مولوی سمیع الله ریحان نمونهش هست، مولوی بصیر حقانی و علمای دیگه. چه گروه نفع میبره با باور شما؟ خب پیشتر هم براتون یادآور شدیم که دکتر محمد ایاز نیازی یک شخص معتدل بود و او دائما ضد افراط و تفرید بود و شما خبر دارین که یه قتلی که یا سوء قصدی که در حق علمای افغانستان صورت میگیره یک چیز تازه نیست. شما اگر به صدر اسلام مراجعه بکنین، حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه در وقتی که قرآن تلاوت میکرد شهید شد، حضرت عمر فاروق در محراب شهید شد، حضرت علی کرم الله وجهه به محراب شهید شد. ما در طول تاریخ خود داریم، ما در هر عصر و زمان خود خوارج هم داشته باشیم. این خوارج ها هستند که به نام های مختلف و تحت ستار مختلف و تحت پرده های مختلف کوشش میکنن که از سر رای خود علمای حقیقی را که اونها علی افراط و تفرید تبلیغ میکنن، دعوت میکنن، جوان ها را بسیج میکنن و علی از اینا اونها بچه بکنن، بعد اینا از سر رای خود دور بکنن تا ای که اهداف شوم شانه که اونها البته اونمو فکر افراطی دارن که در اون منطقه تطبیق بکنن. البته غالبا آدم قراره که ما فکر میکنم شاید استخبارات منطقه از فایده ببره، شاید اون کشورهایی که اینمی گروپ ها را تمویل میکنه شاید اونا فایده ببره و شاید هم دستای در داخل باشه و را کسی نمیفهمه. این باز هم تکرار میکنم که ایرا جهت های کشفی استخباراتی وظیفه شان است که را پیدا بکنن و به جزای اعمالش برسانن تا که دیگه ای تنهایی آخر و اول هم نیست. شاید که بسیار از تعداد از علمای دیگه ما به لیست از اونا باشه، باید دولت و حکومت متوجه باشه خصوصا علمایی که از هر هستن. اینجا ما تقریبا یک چند دکتر محدود داریم دوستان عزیز را، بعد تمام افغانستان متوجه باشند و اینها همشون به لیست از اینها هستن. چرا ازهری ها در طول دنیا، در طول تاریخ، در همه جا مردم های معتدل بودن و دائما مردم به طرف اعتدال، به طرف همزیستی مسالمت آمیز، به طرف همزیستی دعوت میکنن. از این خاطر گروه های افراطی نمیخوان که این قسم انسان ها در جامعه خدمت بکنن. تشکر آقای متقی. برخواهیم گشت با شما آقای آریان. همین سوال مهم، یک فرد میایه مواد انفجاری را از ده ها چک پوینت میگذرانه در یک منطقه به شدت محافظت شده و سایه دیپلماتیک میاره داخل یک مسجد جابجا میکنه. پاسخ این وضعیت فاجعه باره، این وضعیت ترسناک، کی باید بته؟ کی مسئول است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما ابرار صاحب، سلام به مهمانای برنامه، به بینندای عزیز. اجازه بدین که من نخست مراتب تسلیت خدا خدمت خانواده محترم، معظم و گرامی شهید استاد ایاز نیازی تقدیم بکنم که شهادتشان واقعا تأثیر برانگیز بود، برای همه ما اندوهگین بود و یک جنایت که ترورستان به دوام اعمال ضد انسانی و اسلامیشان به حق مردم افغانستان روا داشتن. فقدان استاد قطعا برای همگی محسوس است و جایشان کس پر کردن نمیتونه. در بحث رویدادی که به وقوع پیوست
مهمانای برنامه هم اشارات را داشتن. ما گذشته اهداف تروریستی را با آدرس علمای افغانستان داشتیم و ای اما روی کرد تروریستی است که در قبال علمای اعتدالگرا از سوی تروریستان مطرح میشه و من فکر میکنم که این عمل غیر قابل توجیه است و در تصویر کلانتر یک جنایت جنگی است، به دلیلی که مساجد، اماکن مقدس، کلینیک ها، شفاخانه ها، اینا جزی از اماکن هستند که مسئولیت دارند، در تمام اصول جنگی باید محفوظ باشند. عملی که دیروز انجام شد از سوی تروریست ها قطعا زیر بررسی است. امروز شما خبر دارین که جلالت نائب رئیس جمهور هیئت را متشکل از نمایندگان با صلاحیت دفتر شورای امنیت ملی افغانستان، لوی سارنوالی، وزارت امور داخله، شورای سراسری علمای افغانستان و وزارت امور داخله گماشتن، دستور دادن تا ابعاد این قضیه را بررسی کنیم. مردم به کاری هیئت باور نداره. وقت مسئله می است. مولوی سمیع الله ریحان جان باخت، یک حمله، یک سوی قصی علیهش شد. مولوی بصیر حقانی جان باخت، کی بررسی کرد؟ اگر میال مستقیما من شما بپرسم مولوی سمیع الله ریحان را کی کشت؟ خب این شیوه های هدف قرار دادن کار تروریست است که پاسخش مردم افغانستان دارند. کسایی که تحت هر نام در افغانستان فعالیت میکنن، طفل ما را میکشن، زن هدف قرار میتن، کهنسال ما را میکشن، ما این تابعه میکنن، به شفاخانه حمله میکنن و اماکن عامه حمله میکنن. این نامش دشمن است و مستوجب برخورد، مستوجب نابودی است. قطعاً کاری که مربوط به ارگان های امنیتی است، ما در مقابله با تروریستان، گروه هایی که اینا قصد اهداف تروریستی را داشته باشند، چنانچه شما خبر دارین یکی از شبکه های پیچیده اقانی و داعش چند قبل تعدادشان از بین برده شدند و اونا اهداف تروریستی را تا 6 ماه در کابل و سایر ولایت داشتن که ممکن فاجعه انسانی را خلق میکردن، از اون جلوگیری شده. شما چون رفتین و بس حیات، من از این خاطر میخوایم بپرسم کی به کیفر رسید آقای آریان که حالا دل مردم تسلی شود و منتظر باشن که کسانی که عاملان قتل یک عالم دین هستن اینا به کیفر میرسن. من دو نمونه را خدمت شما گفتم. اگر آدم فهرست بکنه نمونه ها بسیار است. رویدادهای تروریستی فراوان را ما داریم، نه تنها به جان علمای معظم افغانستان، در کلینیک ها، شفاخانه ها، دکترهای ما، انجینرهای ما را هدف قرار دادن. یک، ما در حالت جنگ هستیم. دوم، پاسخ تروریست ها داده میشه. ما روزانه شما خبر دارین که نیروی امنیتی دفاعی افغانستان اهدافی که تروریست ها تعبیه میکنن، مگر اینکه از صد هدفشان به تعداد معدودی دست پیدا میکنن و او روی کرد خود رو تغییر دادن. در میدان جنگ عملا تروریست ها نابود میشن، در میدان های نبرد قطعا شکست خوردن. این روی کرد زبونی است که در یک مسجد این واقعا باید این فلسفه شگافته بشه که چطور در یک مسجد یک کسی که نامش انسان باشه میایه یک ماین تابعه میکنه. جدا از اینکه بحث دگیرش که بحث بررسی است که رعیت کار رعیت است که بررسی میکنن و جزات شرایع میکنن، نه و این عمل کرد به لحاظ بشری، اسلامی، ارزش های انسانی در هیچ جای گنجایش نداره. قطعا آنچه که مربوط به هیئت است، هیئت گماشته شده و حتما بررسی های خود امروز شما خبر دارین و هیئت کار خود آغاز میکنن و جزئیات مش تعقیب بکنین که اونا باز ریاست حضور وزارت عجای اوقاف دارن و اونا جزئیات را برای تان شریک خواهد. آریان، مولوی ایاز نیازی در یک منطقه دوردست افغانستان کشته نشد. آقای ایاز نیازی در منطقه زیر نفوذ طالبان کشته نشد. در یک ساحه دیپلماتیک به شدت محافظت شده که 100 متر از ارک فاصله نداره، جان باخت، مورد حمله قرار گرفت. چرا تانستن به این راحتی دکتر ایاز نیازی را بکشن؟ این سوال بسیار مهم است. چرایی و چستی مسئله را ابرار صاحب به مشکل که پیشترم برتان گفتم، بسیار زود است که منوز 24 ساعت از این رویداد میگذره برتان نتایج این رویداد را بتان مشارک بسازم. آنچه که ابعاد قضیه است باید واضح شود، به مدلیل هیئت تعیین شده که چیستی و چرایی این رویداد را بررسی بکنه. این رویداد برای همه مردم افغانستان مهم است، برای همه ما مهم است که چرا در چنین یک منطقه ممکن است خلای وجود داشته باشه، این خلا برجسته شود، کسایی که مسئول باشند
و مجازات شوند. تشکر. آقای نجرابی، در همین رابطه هم میخوایم از شما بپرسم، یک فرد مواد انفجاری را از ده ها چک پوینت میگذرانه، در یک جای تعبیه میکنه در داخل مسجد و نمازگزار، عالم دین جان میبازدن یک چنین حمله، مسئول کیست؟ مقصر کیست؟ آقای نجرابی صدای مرا دارین؟ بله، صدای شما را دارم. بله، من از شما پرسیدم که وقتی یک فرد میاید بر راحتی مواد انفجاری را از ده ها ایست بازرسی میگذرانه، داخل یک مسجد میاره، در اونجا تعبیه میکنه و این باعث کشته و زخمی شدن افراد ملکی میشه، باعث کشته شدن یک عالم دین میشه و نمازگزار میشه، مسئول کی است؟ کسی میتونه خود بر راحت بده؟ با باور ما نمیشه که ما این عملات تروریستی را به شکل از اشکال توجیه بکنیم که گویا جلوگیری نشده، ولی یک چیزی را که ما میخوایم در مطبوع بگویم که خیلی مهم است، او عبارت از این است که نیروهای امنیتی با گذشت هر روز روتیشن میشن، افراد با تجربه، افراد کارا، افراد بلد که به همچه قضایا بلدیت داشته باشند، ما میبینیم در سطوح پایین یا در تا سطوح جنرال ها همیشه در حالت تغییر و تبدل هستند. یک مسئله مهم همی است که چرا نمیتونن جلوی وزیر را بگیرند. بله، اگر موافق باشین آقای نجرابی بعد از وقت از شما اول خواهیم شنید. تشکر آقای نجرابی. ادامه برنامه را پس از وقف ببینید. با ادامه برنامه خوش آمدید. آقای نجرابی، از شما میشنیدیم که چطور یک هدف میتونه در یک صاحب به شدت محافظت شده موفق شوه و بتانن کسان با هر هدف افراد ملکی را، نمازگزاران را، علمای دین را بکشن، مورد هدف قرار بدن. یک مسئله موضوع رسیدن دشمن در مساجد است که در مساجد کدام تدابیر جدی امنیتی به خاطر علما یا به خاطر نمازگزاران چنانی که لازم است تا هنوز در سراسر افغانستان کدام چیزی گرفته نشده، بجز مناطق یا ساحاتی که قبلا آسیب دیده و بعد از آسیب دیدن از اونها تدابیر برش گرفته شده. این مسئولین بهتری خواهد بود که این سوال شما را مسئولین محترم یا سخنگوی محترم وزارت داخله که از همراه شما اونا جواب بده و ما میتونم به نمایندگی از مردم افغانستان با در نظر داشت عملات قبلا در سراسر افغانستان در محافل خوشی، در محافل دینی، در مدارس، در دانشگاه ها و در مساجد و در مراسم جنازه و فاتحه، همچنین عملاتی که خلاف شریعت اسلامی است صورت گرفته، ما فقط میتونم بگویم که این در مغایرت کامل با دین مقدس اسلام است و از طرف دیگر کسایی که وظایف مسئولیت امنیتی را در شهر کابل دارند یا باید برای مردم افغانستان پاسخ بدن که وقتی قطعات منظمی که در گفته شما در جاهای مختلف جابجاست چطور میتونن از پیش از اینا عبور بکنن؟ آقای نجرابی، ما میخوایم روی همین تاکید کنیم که خب به لحاظ نظامی، تحلیل نظامی چه میتونه باشه؟ یک فرد خب با فراشد نمیاد یا یک جای سبز نمیشه، چه قیمتان آدم بترسانه مواد انفجاری در گردش، از جدایی که چطور داخل مسجد میشه، چطور به همین ساحه محافظت شده میایه، این چقدر میتونه بترسانه ما را؟ تحلیل نظامی چی میتونه باشه؟ در کجا خلأ وجود داره، ضعف وجود داره؟ به نظر من در گذشته ها طوری که دیده شده، همچو دوسیه ها، همچو قضایایی که صورت گرفته یا در نیمه را یا در 25% یا در 75% به تعویق افتیده و او ارتباطش یا با شورای کویته یا با شورای پشاور یا با بیرون از افغانستان یا در داخل کشور مرتبط بوده که این پیگیری از این 100% صورت نگرفته. اگر کسایی هم در رابطه تحقیقات را انجام دادین
یعنی به نتیجه منتج نشده. بنان مخالفین اکثر هم باورشان به ایست که اگر ما چنین عملات را انجام میتیم یا بر مساجد یا بر علما یا بر مسئولین امنیتی یا بر سایر افراد ملکی یا غیر نظامی، بنان فکر میکنن که نهایت اگر ما دستگیر شویم شاید هم ما را اعدام نکنن. چرا ما در طول این مدتی که هستیم شاید کدام اعدام نبودیم؟ بنان جناب نیازی صاحب یکی از شهدای منبر و محراب است که بله. یکی از علمای جید افغانستان هست. ما امیدوار هستم که در این راستا گامهای عملی را بردارن درست. تا مورد قناعت همه جامعه درست. دینی و مسلمان مردم افغانستان قرار بگیره. به شما برخواهیم گشت آقای نجابی، تشکر. آقای وزین، آقای رحمت الله نبیل در 22 مارچ رئیس پیشین امنیت ملی نوشته بود که طالبا و گروه های هراس افغان استراتژی جنگیشان را متمرکز ساختن روی جنگ روانی و بر اساس این استراتژی اهداف اولویت داده میشه که تاثیرات بیشتر روانی داشته باشه. 5 هدف مهم را آقای نبیل فهرست کرده بود. اولین هدف آقای نبیل نوشته بود که علمای صادق و وطن دوست که می توانند مشروعیت جنگ طالبان را پس از امضای توافقنامه صلح به چالش بکشند، تلاش میشه که همی افراد، همی علما از میان برداشته شوند. چقدر موافق هستین که چنین شده؟ ببینید، ما با تحلیل آقای نبیل در مجموع به این ترتیبش جد موافق نیستم. آقای نبیل چون من حیث کسی که در رأس امنیت ملی افغانستان واقع بودن و معلومات استخباراتی دارن و سیگرت ها و پیچیدگی های وضعیت استخباراتی و جنگ افغانستان معلومات بیشتر دارن، اونا در یک قسمت شاید معلومات خود داشته باشن. لیکن ما گمان میکنم در قضیه قتل دکتر سید محمد ایاز نیازی شهادتشان باید یک کمیسیون حقیقتیاب مختلطی که در او دولت و نهادهای امنیتی عضویت داشته باشن، لیکن در او نماینده پارلمان باشه، نماینده نهادهای علما باشه، نماینده مجلس تنسیق علمای افغانستان که دکتر صاحب ما عضو هستیم، در او باید وجود داشته باشه، از استادای دانشگاه و پانتون باید وجود داشته باشه تا ما مردم باور بکنن به اینکه او کمیسیون واقعا تحقیق میکنه و به این ما را میرسانه که چه دستای ناپاک در عقب ترور جناب دکتر صاحب ایاز نیازی قرار دارن. با این خاطر یک نکته دیگر هم میخوام، با این خاطر کمیسیونی که فعلا ساخته شده یک کمیسیون نامکمل است. مردم بر کمیسیون های دولتی و حکومتی باور ندارن، به خاطر که پیشتر وکیل صاحب گفتن که تا هنوز ما شاهد هیچ به این همه قتل هایی که صورت گرفته، قتل زنجیره ای علما و شخصیت های سیاسی افغانستان در سالها به این طرف جریان داره. ما 2 سال پیش برتان میگم، تا 2 سال پیش تنها در ولایت های پروان و کاپیسا که من معلومات نزدیک دارم از ولایت، 51 نفر از علما به شکل مرموز در 2 ولایت شهید شده بود. حالا شما از او با حساب بگیرین که تا به امروز که یک لیست میخوانیم که تعداد زیاد است علما است. اینا من این چند سوال ایجاد میکنم آقای افراد. یک سوال است که آیا حکومت اراده سیاسی تر حکومت اراده سیاسی وجود داره به خاطر پیگرد و پیدا کردن حقیقت یا نه؟ یک، اگر اراده سیاسی وجود نداره خب باز یک فاجعه است. اگر اراده سیاسی وجود داشته باشه که باید پیدا شوه، نتیجه چی میشه که اگر نمیتونن باز اینا بی کفایت هستن، اهلیت ندارن، یعنی حالت دیگه است، و در نتیجه میشه که مردم باور خود به این کارگردی حکومت رو تقبیح چی حدیث دادن. تقبیح چی فایده میکنه که ما و رئیس جمهور هر دوی ما تقبیح کنیم و بگویم که اسلام و کار خوب نشده و در مسجد کار حرام است؟ طفل میره میفهمه که در مسجد کار حرام است، نادرست است، لیکن سوال است که کی کرده و چی حدا ایره میکنه. به این خاطر این دولتی که نتانه، حکومتی که نتانه که حداقل امنیت شهروندای عادی خود و شخصیت های برجسته خود، کسایی را با قامت و وزن دکتر محمد ایاز نیازی که یک رهبر بود، یک شخصیت محوری و ملی در کشور بود و یک چهره نه تنها ملی بلکه چهره بین المللی بود، معلومه داره که نه تنها چهره ملی هستند بلکه بین المللی هستند و ابرو حیثیت افغانستان در خارج هستند و او را تامین نه تنها دولت ناکام است، مگر در جای کشور دیگر ما باشیم وزیر داخله و مسئولین امنیتی و رئیس جمهور فورا استعفا میکنند. به هر صورت ما میخواستیم بیرون بگویم که قتل علما صورت منظم جریان داره و از این قتل باید استفاده ابتدایی صورت درست. نگیره که حالا بس همی است آقای وزین. اما تو که گفتن کسی تضمین کده نمیتونه که این آخرین حمله باشه بالای علما، به همون دلیل اگه این
جزء از یک استراتژی تازه پنداشته شود، تحلیل امنیتی را که من خدمت شما گفتم از آقای نبیل، نحوه مواجهه و برخورد با همی روش تازه که زیادم تازه نیست، در گذشته هم نمونه‌اش وجود داشته، چه میتونه باشه؟ از توان سکتور امنیتی خارج است یا میتونه به یک راهکار برسیم؟ ما گمان میکنم که طبعا شما دیدن که حرکت طالبان اونها اعلان کردن، تقبیه کردن، نفی کردن، گفتن که ما این کار انجام نداده. ما گمان نمیکنم که حرکت طالبان مستفید باشه از شهادت شخصیت مانند دکتر صاحب عزیز نیازی، یعنی شخصیتی که برای همه مردم بود. به هر صورت ما منتظر میشیم که تحقیقات چی میگه، لیکن به شرطی که تحقیقات به یک قسمت صورت بگیره. لیکن ما میخوام جهتا باید انگشت به معمولا در این طور حادثات انگشت به جهت نشانه میره که از این قتل ها مستفید است. از قتل کی مستفید است؟ کسایی مستفید هستند که اونا میخوان افغانستان شخصیت های محوری، شخصیت های قیادی و رهبری کننده باشه، مردم به دورشان جمع شه، به اصطلاح محلی ما شما سر باشه، در افغانستان این محور از بین بره، نه هم از عالم دانشگاه جوان فعال سر متنفذ منطقوی. به این خاطر او جهت تلاش میکنن که یک کارها را انجام بدن. کسی کدام شخص چی کسی به طور فیزیکی این عمل انجام داده، به خاطر اینکه او یک شخص این کیست و چقدر مهم است و چقدر عمر در کار است که بازی کرد دکتر محمد ایاز نیازی شد. لیکن جهت کی را تنویر میکنه، تخطیط میکنه، برنامه ریزی میکنه، زمینه های لوجستیکی را فراهم میکنه و را میرسانه و باز و استفاده میکنه، اون مهم است. مهم است که به خاطر گم کردن رد پای دشمن اصلی و مرتکب اصلی جنایت باید از تصریحات ابزاری باید جهات مسئول حکومتی خودداری بکنن و رد پای مجرم اصلی قضیه را گم نکنن. اگر اجازه بدین ما یک نقطه تکمیل کنم. آقای عباس ممکن است یک نقطه اجازه بدین؟ بفرمایید. من اینو میگم که این جزء یک عملیه بسیار عملیه استخباراتی بسیار پیچیده است. ما با تنها به تقبیه کفایت نمیکنه. ما پیشنهاد میکنم که کمیسیون مختلط باشه، تکمیل شود، کمیسیون حکومتی محض نباشه. دوم است که به خاطر ارج گذاری به فعالیت های دکتر محمد علی و منیز یک شخصیت ملی و علمی کشور قابل افتخار بود و هست، باید یکی از پانتونای افغانستان به نامش نامگذاری شود. اگرچه که این مشکل حل نمیکنه، لیکن درد ما رو دوا نمیکنه، لیکن این کار باید صورت بگیره. دوم از شخصیت کشی و هویت کشی مسجد، محراب، مدرسه، عالم دینی، رهبر جهادی و شخصیت های ملی و نخبه جلوگیری شود و این شخصیت کشی و هویت کشی سیستماتیک و منظمه که هویت کشی و شخصیت کشی میشه، از طرف دیگه طرد فیزیکی صورت میگیره، هر دوش یک هدف دنبال میکنه و از یک جهت برمیگردیم به شما. آقای وزین تشکر. آقای متقی، شما چقدر موافق به تحلیل امنیتی نظامی آقای نبیل هستن که به نظر میرسه یا احتمالاً میتونه مبتنی بر اطلاعات استخباراتی هم باشه که بر اساس از او گفتم میشه که این استراتژی تازه است، بر اساس از این روی جنگ روانی متمرکز هستن گروه های پروسافغان، و گفته آقای نبیل که نفعی که میبرن این است که علمای صادق وطن دوست را خب هدف قرار داده میشه، علمایی که میتونن مشروعیت جنگ طالبا را زیر پرسش برن بعد از توافق صلح طالبا، و از طرف دیگه میتونه منفعت چی باشه که علما را به سوی خود بکشانن یا حداقل خاموش بسازن. چقدر موافق هستین؟ گپای نبیل صاحب یعنی چون یک تحلیل استخباراتی هستن به جای خودش یعنی خوب است، اما چیزی که ما میخوایم بگم یعنی بسیار جای تاسف است. ما فعلا در قرن 21 زندگی میکنیم، حتی مردم در خانه های شخصی خود کامرا امنیتی میداشته باشد، کشورهایی است که در جنگل ها میداشته باشد، در سرکای عمومی میداشته باشد. این بسیار جای تاسف است که در مساجد بزرگ مثل وزیر اکبر خان در اینجا کامرا امنیتی وجود نداره، بعد در هر گوشه و کناری باید کامرا امنیتی وجود داشته باشه. وقتی کامرا بررسی شد، خود به خود کسی که در اوج آمده و بمبگذاری کرده و هر کاری کرده میشه که بسیار به آسانی کشف شود. البته به این فکر نیستن که ما مجرم به دست بیاریم پیدا کنیم. وقتی که ما اگر مثلا کمیته تعیین شود، هیئت تعیین شود، او از کجا میتونه که را پیدا بکنه؟ یک و دوم از ایسته که در قرآن کریم ما باید مراجعه بکنیم. در قرآن کریم دوا هست، ولکم فی القصاص حیات یولی الالباب،
یعنی باید قصاص صورت بگیره، باید مجرم زمانی که پیدا می شود باید قصاص صورت بگیره، با مجردی که مجرم پیدا می شود وقت به نام حقوق بشر چیزی پیدا می شود، به نام حقوق زن پیدا می شود، به حقوق به نام حقوق طفل پیدا می شود، هزارها مدافع از مجرم پیدا می شود، مجرم را از چنگ عقوبت نجات می دهد. پس در این صورت است که اونا جرأت پیدا میکنه. البته بعضی گپایی که مثلا نبیل صاحب گفته تا جایی درست است، اونها می خواهند چند کار بکنند. یک، اول همی که از سر رای خود علمای حقانی، علمایی که وطن خود را دوست دارند، علمایی که اعتدال پسند هستند، میانه رو هستند، حق میگویند و جوانان را برای مستقیم، برای حق دعوت میکنند، از سر رای خود درست بکنند. دوم همی که یک رعب، یک ارهاب، یک ترس یا خوف را در قلب بعضی کسایی مثلا بعض علما با وجود برند که اگر شما دوباره به علی ما تبلیغ کردین، به راه درست برای جوانان نشان دادین، شما هم سرنوشتان مثل از این هسته. سوم لیسته که میخوان اینا را خاموش بسازن، یعنی اینا را به شکل خاموش بسازن که با اونا باید ارتباط بگیرن، با اونا تماس بگیرن و بعد اون پلان های از اونا را تطبیق بکنن. به این اساس از نگاه امنیتی باید اینجا یک دولت چند رکن داشته باشه. رکن نظامیش هست، رکن امنیتیش هست، رکن مردمیش هست، رکن قضاییش هست، رکن استخباراتیش هست، رکن مثلا ژورنالیستیش هست. تمام از اینها دست با هم بتا وقت اون صورت میشه که ما میتونیم در اون صورت که ما مجرم پیدا بکنیم. در کشورهای خارجی که ما تقریبا در حدود 21 سال زندگی کردیم، اگر شما یک پیشکی را بلاد میبخشید، حتی یک سگی را اگر کسی بلغت بزنه، فورا امروز پیدا میشه که همین مجرم که بود. در افغانستان مثل رهبر ما، مثل قهرمان ملی ما، مثل قماندانای ما، علمای ما و و و الی آخر، از آنها انسان روزانه شهید میشه، اما فقط یک هیئت تعیین میشه، چند روز گفت و شنید میشه، بر رادیو تلویزیون ها بسیار گپا تا بالا میشه، بالاخره پس هر کسی به پشت کار خود مره، یگان مسجد، یگان سرک و یگان جاده را به نامش میگذاره، پس میشه نام از این تحقیق. یک قسم نمیشه، باید به شکل درست هیئت بی‌طرف تعیین شوه، از هر جهت باید تحقیق بکنه. اگر مجرم پیدا شد باید او را پشت گپ حقوق بشر و فلان فلان نگردن، باید او را به طبق حکم خدا و رسول اعدام بکنن، قصاص بکنن تا اینکه دیگر به دیگراش عبرت شوه و دوباره به کار اقدام نکنه. باور دارین که چنین شوه؟ مردم میگن ما معجزه نمیخوایم، حداقل اندکترین کاری که میتونین بکنین همی است، ولی خاک انداخته میشه روی همونطور قضایا بررسی بمانه به کنار که میشه یا نمیشه مردم نمیدانن، یا اگر میشه هم حداقل جزئیاتش همگانی نمیشه، کسی به کیفر نمیرسه، چی انتظار میشه داشت؟ دوستی عزیز، یعنی وقتی که مجرم جزا داده نشه او پس جرأت پیدا میکنه. هرگاهی که مجرم جزا داده شود دیگر راه عبرت میگیره. اگر شما دست یک دوز قطع بکنید دیگه هیچ کس قدرت پیدا نمیکنه دزدی بکنه. چرا؟ در بین قوم خود، در بین محله خود، در بین ناحیه خود حتی جرأت کرده راه رفتن نمیتن. چرا؟ دستش قطع شده که طفلای کوچه و بازار همه که ببینه می دزد است. اگر شما یک قاتل قصاص بکنید دیگه ابدا کسی جرأت کرده نمیتونه قصاص بکنه. اگر شما یک زانی را بگیرید حد بزنید دیگه کسی جرأت کرده نمیتونه برو زنا بکنه. باید قبل از تطبیق از این احکام باید ما راههای بدیل را پیدا بکنیم، با راههایی را پیدا بکنیم که چرا این آدم دزدی میکنه، چرا این آدم قتل میکنه، چرا این آدم زنا میکنه. باید تمام راههایش را پیدا بکنیم. وقتی که ما علل و اسباب پیدا کردیم، با اون صورت خود به خود مردم قناعت میکنه و مردم به دولت کوهمکاری میکنه، چون مردم به دولت بی باور هستن. وقتی که ما بی باور باشیم برای از اون نمیتونیم که اطلاع بدیم. چرا؟ میگه اگر ما به دولت اطلاع بدیم شاید دولت اطلاع ما را برای کسایی که ما اطلاع دادیم اونا به او بیته، پس او آدم بهشان مرا تهدید بکنه. از این خاطر در افغانستان جان انسان، مال انسان، خود انسان. خب امیر روش ما دیدیم در گذشته بررسی نشده، حال انتظار میشه داشت که بررسی شود کسی به کیفر برسه؟ سوال اینجاست. فکر نکنم در افغانستانی که ما در اینجا تقریبا 4 دهه بلکه زیادتر است که اینمی تو جریان ها صورت گرفتن، انسان ها کشته شدن، انسان ها به قتل رسیدن، انسان ها تارا شدن، بی‌عزت شدن، بی‌فت شدن، اختطاف شدن و هزارها جرم و جرایم مرتکب شده در دوران حکومت های مختلفی، تا هنوز ما یک مجرم ندیدیم که به 400 آورده او را اعدام کرده باشند، او را مثلا جزا داده باشند تا اینکه مردم تسلیت و تسکین برشان شده باشه. فکر نکنم یه هم یک چند روز به تلویزیون ها و رسانه ها تا بالا میشه، بالاخره هر کسی پشت کار خود خواهد داشت. تشکر آقای آریان. خب مسئله کلان است، ممکن است شما مواجه با یک راهبرد تازه، یک تکتیک تازه گروه های حراس افغان، گروه های مخالف مسلح باشین. اولی که مردم میخواد بدانه یک تحلیل نظامی امنیتی، یک سکتور امنیتی از همی وضعیت داره چی است؟
و به تعقیب از او راهی که بر مواجهه در نظر گرفته شده، سنجش شده، تدوین شده، او چی است؟ تشکر ابرار صاحب. من دو سه مورد اشاره میکنم که در قسمت هیئت یک بار دیگه تکرار میکنم برای اطمینان مهمانان برنامه و بیننده ها که هیئت ترکیبش شورای سراسری علمای افغانستان هستند، وزارت تجاوز اوقاف، از سکتور امنیت، دفتر شورای امنیت ملی افغانستان، وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی و همچنان اداره لوی سارنوالی، اینا مشترکاً با نماینده‌های با صلاحیت خود کار خود در یرسه آغاز میکنن و مطمئناً با رابطه نزدیک با شورای علمای افغانستان ایره یافته‌های خود بعداً پس از تحقیق با مردم همگانی خواهند ساخت. یک موردی که نهایت مهم است و چیزی را هم که شما یاد کردین، هرچند تاکتیک جدید نیست، ترورستان مولوی سبریحان در سرمنبر هدف قرار دادن. موارد زیادی داشتیم که در نمازهای جمعه، در نمازهای جماعت ترورستان علمای مرادف قرار دادن. اما تدابیر امنیتی را ما در برنامه‌های مذهبی کلان، در مراسم‌های نمازهای جماعت، نمازهای جمعه، نمازهای عید، نمازهای ویژه، او را تدابیر امنیتی خاص برشان گرفته شده. اما همون شکلی که من در ابتدا هم خدمتتان عرض کردم که مساجد اماکن مسئول هستند، یعنی فضای مسجد فضای نظامی نیست که شما یک کندک کلان اونجا مستقر کنین. این به لحاظ روانی بر نمازگزاران یک تشویش و نگرانی امنیتی ایجاد میکنه، مگر اینکه راپور امنیتی دریافت شده باشه، مگر اینکه جزئیات کشفی امنیتی نشان بده که یک تهدید کلان وجود داره، که بخشای امنیتی تدابیر خود پیش از پیش در یکمانگی نزدیک با علمای ما، با نمازگزارای ما دارن. بر خود در گذشته هم اماکن مقدسه، تکیه خانه ها، عبادتگاه ها، شما خبر دارین که در مراسم های خاص عاشورا با رابطه نزدیک بر تامین امنیت عاشورا با علمای محترم التشیع یک رابطه نزدیک ایجاد شده، در کنار از اینکه ما با شورای سراسری علمای افغانستان برای تامین امنیت علمای ما یک رابطه نزدیک داریم تا اینکه از این اهداف توریستی جلوگیری شود. اما در این موارد نادر قطعا ای باید بررسی شود و جزئیات شریک شود. درست. در قسمت تکتیکی که شما اشاره کردین، برنامه ای است که شبکه های کلان توریستی که اینا مشترکن در تبانی میخواین که اهداف توریستی کلان داشته باشن، چند هدف کلان از یا مهار شده. مواردی که از این دست در مسجد یا در شفاخانه ها، در مکاتب یا در اماکن عامه که احساس نمیشه اونجا کدام رویداد توریستی شوه، یا در اداره شهدا و معلولین که ما شما دو سال قبل داشتیم، این موارد است که دشمن از شبکه‌های خرد و کوچک که اینا دارن، که هنوز در شهرها حضور دارن، این شبکه‌های خرد و کوچکشان، ما شبکه‌های کلانشان در کمانگی کلان یا نابود کرده یا یار دستگیر کرده، مثل من برتان نام میگیرم، فاروق اسلم رهبر کلان دایشی‌ها در جنوب آسیا و شرق دور بود که دستگیر شد امیل از نزد نیروی امنیتی. بله، بله. کنری که یک دایشی کلان است، یک شبکهشان که یک ماه قبل از بین برده شد، اینا مواردش که شبکه کلانشان تارگت شده. اما شبکه های خرد و کوچکشان که هنوز فعال هستند با یک تدبیر کلان که جزئیات شما به لحاظ امنیتی نمیخوایم شریک بسازم، اما با یک پلان مشترک امنیتی برای از بین بردن شبکه های کوچکشان و افراد دیگه که در شهرها اینا فعالیت میکنن اقدامات جدی و اساسی وجود داره. تشکر. بخوای از این فرصت کوتاه دارم، آنچه که وزارت داخله میگه چقدر قانع میسازه شما را؟ از جانب دیگه تاثیر این حمله که اتفاق افتاد چی است؟ بالای مردم، بالای علما، آیا خاموش میتونه بسازه علما را، میهراسانه علما را؟ ببینین، من از سوال دومتان آغاز کنم. ببینین، شهادت یک مرگ بسیار پر افتخار است و هر مسلمان که کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله را میخوانه و به خدا ایمان داره و به قرآن و به پیامبر علیه السلام و به اسلام در مجموع، او تمنا میکنه که من در راه خدا شهید شوم. به خاطر نه هیچ عالم ربانی، هیچ دعوتگر مسلمان، هیچ مسئول یک نهاد اسلامی و دینی و هیچ استاد
پانتون از مرگ نمیترسه. به این خاطر کسایی که این جنایت مرتکب شدن، جنایت قبلی مرتکب شدن، اونا باید بدانن و اونا کور خواندن که اسلام، دعوت اسلامی، فکر اسلامی، اندیشه اسلامی، مبارزه به خاطر وطن، به خاطر منافع ملی، به خاطر خدمت به مردم، به خاطر نجات کشور، به خاطر آوردن صلح و استقلال کشور، این به قتل عالم، به قتل استاد، به قتل فعال صلح، به قتل رهبر سیاسی، متنفذ قومی، این بزرگ خاموش نمیشه و بالعکس یه موج میگیره، یه بیشتر میشه، بزرگتر میشه. صدای منبر در طول تاریخ، صدای حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه، حضرت عثمان و حضرت علی، اینا کسایی هستند که همیشه شهید شدن در داخل مسجد، شهید شدن. عرض میکنم که صدای دین خاموش نمیشه، این قافله و کاروان که ادامه پیدا میکنه. تشکر. در افغانستان شما در تاریخ معاصر دیدیم که دو میلیون شهید ما دادیم، لیکن این آرمان خاموش نشد. مهم است که از اون هیچ تشویش نیست، یعنی صدای منبر و مسجد و فکر اندیشه اسلامی و اسلامی و کار به خاطر اعتدال و اصلاح افغانستان ادامه پیدا و این به مرگ افراد و اشخاص مربوط نیست، به زندگی افراد که پس مرگ. لیکن مهم است که ما به خاطر جلوگیری از این وضعیت تنها به گریه و آه کشیدن و گپای تبلیغاتی و اشتراک در میزگیرها مشکل فراهم نمیکنیم. مثل علما افغانستان، دولت افغانستان، یک نقطه را تکمیل کنیم. از آغاز آقای ابرار بس 30 ثانیه بتیم وقت، 30 ثانیه. درست. می خواهیم بگویم که وقت زیر رسیده که ما وارد اقدامات جدی شدیم. از تامین امنیت علما و شخصیت‌های نخبه افغانستان و تجار برجسته کشور ما عاجز است و میتونه که تامین امنیت اشخاصی که از زیاد هر کس مهم است، لیکن از تامین امنیت شخصیت های مهم که اونا سرمایه‌های مادی و معنوی کشور ما هستن عاجز است. به این خاطر ما را به این تشو فکر بندازه که مردم افغانستان خودشان روی مسئله فکر بکنن، به خاطری که سه احتمال صاحب نیست: یا حکومت اراده نداره، یا حکومت بی‌کفایت و نااهل است، یا حکومت جرأت نداره، یا حکومت بعضی که حلقاتی در داخل دولت احتمال زیر میده که ممکن است با این مسائل هماهنگی داشته باشن. بسیار تشکر آقای وزین، تشکر از شما. بله، بسیار تشکر آقای نجابی. در حد 30 ثانیه چه باید شوه؟ با باور من آنچه که رخ داده واقعا کاملا یک عمل زشت، شنه جنایتکارانه بر ضد دین مقدس اسلام، در مغایرت با دین مقدس اسلام صورت گرفته و دشمنان اسلام تلاش کردین که در اول منبر یا علما را هدف قرار بدن. کشورهای همسایه و منطقه که در قبال صلح در آینده افغانستان نظریات منفی دارند، کوشش میکنن با شهادت همچه علما این پروسه هم خدشدار بکنن و از طرف دیگر کسایی که مسئولیت دیرن نمیپذیرن باید پاسخ بدن که در صورتی که چنین صلاحیت آتش بس ندارن، پس چه گروه مسئولیت شهادت عالم جید بزرگ جناب دکتر صاحب ایاز نیازی را گرفتن و از دولت جمهوری اسلامی افغانستان تقاضا من دستیم که موضوع را جدی پیگیری بکنند، عاملین ادیره با پنجه قانون بسپارند تا پند بر دیگرا و جنایتکارای دیگه شود. تشکر. بخوای متقی بسیار کوتاه لطفا، حمله بالای علمای دیگه مولوی ایاز نیازی را خاموش نساخته بود، حمله بالای دکتر ایاز نیازی آیا سایر علمای دین را خاموش خواهد ساخت؟ مهراسانه بسیار کوتاه. دکتر ایاز رفت، دیگه جاش خالی هست و دیگه جبران ناپذیر است، اما راهش ادامه داره، هزارها هزارها شاگرد داره، هزارها هزارها مورد مخلص داره. اگر یکی حقیقت پیدا شود یا یکی مجرم جزا داده شود یا نشود، علمای دین را کسی خاموش کرده نمیتواند. در طول 1400 چند سال که تا هنوز کسی خاموش کرده نتواند، در این وقت هم خاموش کرده نمیتواند. راهش ادامه داره و انشاءالله هیچ وقت علمای حقانی نمیترسند و اونا دائما با شجاع و جسور و بسیار باطور میباشن، انشاءالله رای شده. تشکر. بسیار تشکر آقای آریان. مشخص است بررسی ها چقدر مدت دبر میگیره؟ نظر به قضیه که اتفاق افتاده و رخ داده نیاز است که یک زمان سرش فکر شوه و بعدش هم از لحاظ امنیتی و هم از لحاظ موجودات تکنیکی بررسی شوه و فکر میکنم که مردم باور کنن که جزئیات شریک خواهد شد. آنچه که گفته امروز گفته شده، ایت تعیین شده، رئیس جمهور ایت تعیین کردن، قطعا او را میگن. من مورد دیگر اشاره میکنم که پیام ما برای شبکه های کوچک توریستی که در کابل در بعض از ولایات فعال هستن، ما پشتشان میگیریم و مشروعیتی که
علمای افغانستان برای جنگ نیروی امنیتی ما دادن و رد جنگ دشمن مردم افغانستان هم حرمین شریف علمای افغانستان و هم علمای اندونزیا و قطعا که اونا مشروعیت ندارن و مواردی که اتفاق میفته بررسی میشه. بسیار تشکر از حضور مهمانان این برنامه، سپاسگزار بیننده های ویژه برنامه محور. شب بخیر.